برنام و, و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم شما برنامه خودتان برنامه زنده روشن را رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما امیدواریم که انشاءالله تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید قبل از آغاز گفتگو و قبل از اینکه موضوع بحث امروز را خدمت شما بزرگواران عرض بکنم به یا سلامی هم با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی داشته باشم سلام علیکم خانم دکتر بسیار خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم به هم عرض سلام دارم محضر شما و همینطور همین بینندگان محترم این برنامه و آرزومندی هستم که انشالله مباحثی رو که در برنامه مطرح می‌کنیم مورد استفاده عزیزان قرار بگیره و البته هم برای خودم و هم برای همه عزیزان ی احساس و امیدواری رو دارم که تلاش کنیم برای دانستن برای آگاهی بیشتر و برای کسب معرفت ولی پس از دانستن و آگاهی با انگیزه و با اراده قوی همه هم مقام باشه که با آنچه که میدانیم عمل بکنیم چه بسیار افرادی که بسیار چیزها میدانن ولی در عمل و سلوک و رفتار اونها آنچه که میدانن دیده نمیشود و مثل آقا آیه قرآن قرار نگیریم که یا اون به عبارتی گفتگویی که در بین خودمان هست که عالم بی عمل یعنی بله. اون دسته از افرادی که به خاطر آنچه که گفته اند دیگران رو به هدایت و به صلاح رساندن ولی چون در وجود خود عملی نشده متاسفانه بهره نبردن امیدواریم که انشالله خدا توفیق معرفت و عمل کردن به آنچه که میدانیم به همه نیت بکنه انشالله بسیار تشکر از شما اما بینندگان عزیز و محترم در همین آغاز برنامه شماره تماس برنامه را فراموش نکنید مثبت در اختیار شماست شما عزیزان همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید نظرات خودتان، سوال انتقاد و یا پیشنهادی اگر دارید ایش اگر سوالی از کارشناس محترم خانم دکتر رضایی دارید حتما برای ما روان بکنید و قطعاً سعی میشه که به سوالات شما پاسخ شما، اما شما بیننده عزیز و محترم در زندگی مشترک اگر هستید فکر میکنید که آیا یک شخصیت انتقاد پذیر هستید اگر همسر شما به شما نکته بگوید او نکته را به جان دل نیوشان میشید و یک ناراحت میشید و یا یک آیا خودتان دائما در حال انتقاد کردن از همسر خودتان هستید آیا از شخصیت خودتان از تصمیم خودتان از خودتان به عنوان یک فرد در زندگی راضی هستید و یا یک اگر کدام تصمیم گیری در خانه میشه او را به همسر خودتان وا و سعی می‌کنید که کمتر خودتان را در این زمینه به دردسر بیاندازید آیا از خودتان و از خانواده خودتان رضایت دارید و احساس افتخار میکنید و یا اینکه نقطه مقابل شما نسبت به همسرتان چه تصوری دارید آیا این احساس هایی که در مورد خودتان دارید بعد از ازدواج برای شما ایجاد شد یا قبل از ازدواج هم شما چنین شخصیتی داشتید آیا فکر میکنید رفتار همسر شما در حسی که شما نسبت به خودتان دارید تحصیل گذار هست یا نه؟ اگر فکر میکنید در مورد این سوال ها میتونید که با ما با پاسخ خود از طریق همین شماره تلفنی که خدمت شما از کردم بسیار خوشحال میشم که نظرات خودتان را برای ما بفرستید اما امروز میخوایم با کارشناس محترم در مورد عزت نفس صحبت بکنیم و یا در واقع او حسی که ما نسبت به خودمان داریم خودمان را آیا عزیز می شماریم یا نه در روابط بین زوجان و یکی چی چیزی باعث ایجاد خدای نکرده کمبود عزت نفس میشه و یا چی چیزی باعث میشه که عزت نفس بهبود پیدا کنه اما خانم دکتر رضایی بزرگوار در خدمت شما هستیم مفصل بسیار بسیار مهمی است قطعا تأثیرات بسیار زیادی هم داره یک بسیار مختصر در مورد عزت نفس و تاثیر رو صحبت کنیم و بعد سر مبحث اصلی که در رابطه بین زوجان چی چیزی باعث میشه که عزت نفس کاش پیدا کنه بسیار تشکر از شما بله خب همونطور که بینندگان عزیز ما میدانند کلیت بحث ما در جلسات تقریبا بیشتر از 6 هفت جلسه هست که ما به این موضوع داریم میپردازیم و اگر عزیزان ما در جریان باشن میدانن که ما در مراحل و مقاطع مختلف سنی در مورد عزت نفس و اینکه چه چیزهایی باعث ایجاد عزت نفس، کاهش عزت نفس یا اینکه افزایش و بهبود عزت نفس است. خب تعریف لابلای صحبت‌های شما بود. یک تعریف بسیار ساده ای که از همون اول خدمت عزیزان دادیم. احساس ارزشمندی و حس افتخاری که فرد نسبت به خود داره و خود میپذیره و خود موجود ارزشمندی میدانه که قابلیتی رو داره که خود رو زندگی خود رو کنترل بکنه ام. احساسه ای که من توانه ای رو دارم که زندگیم رو کنترل بکنم اگر احیانا دوچار شکست و یا مشکلی هم در زندگیم بدید آمد من این قابلیت دارم که خودم مشکل خودم حل بکنم خب همونطور که خدمت شما عرض کردیم ما عزت نفس رو در ملاحل و مقاطع مختلف زندگی بحث کردیم که الان رسیدیم به مبحث پس از ازدواج یا زندگی نه. مشترک بسیار سوالات خوبی مطرح کردین و بسیار دقدق مند این و ممکنه که بسیار از عزیزان بیننده ای که همین لحظه دارن این برنامه رو میبینن واقعا این سالات در ذهنشان باشه و پررنگ هم باشه نکته بسیار مهمی است که بله واقعا ازدواج کیفیت ازدواج و روند پس از زندگی مشترک روی عزت نفس آدم ها بسیار محصره. چطور ممکنه؟ به خاطر یکی از اصیلی ترین های ما در طول دوران زندگی که حالا گاهی وقتا میگیم دو انتخاب سرنوشت ساز گاهی وقتا هم میشه او رو با کمی به اصطلاح یک خورده ب... میشه میشود گفت سختگیری رو کمتر امه. کنیم سه تا انتخاب جدی داریم یکی انتخاب دوست است که بسیار بسیار رو شخصیت آدم ها و رو حال و آینده آدم ها تاثیر میگذاره دوم کمی جلوتر بریم وقتی کسی شاغل میشه انتخاب شغل و کار او هست حرفه او و بعد در نهایت انتخاب همسره چرا نه. چون هر فردی با توجه به ای که بحث ازدواج حالا خدای نکرده اگرچه ما ممکن است به چالشی تحت عنوان طلاق هم پیش بینی شده در مفاهیم دینی و اعتقادی ما و همینطور در جامعه مدنی و در روابط اجتماعی این آدم های اصل پذیرفته شده است در حال حاضر ولی به هر حال آدم ها وقتی ازدواج میکنن با نگرشی که قطعا طلاق میگیریم یا باید طلاق گرفت یا میشه نه. طلاقی رو انجام نمیدن. انده انده. پس بنابراین انتخاب بسیار سرنوشت سازی است که او فرد همون لحظه انتخاب میکنه که تا پایان زندگی خود با فردی همنشین و همراه و هممسیر و همسر باشه که او فرد رابطه بسیار بسیار خاصی با او داره و از او مهمتر، او فرد آینده او و نسل پس از او را و ببینید ترسیمگر انگار همه ایدالهای او خواهد بود به خاطر که نصفی از این مسیر رو او. به عبارتی کمک خواهد کرد و در نظر خواهیم گرفت خب پس تاثیر گذار است بله قطعا تاثیر گذاره حالا سوالی که شما اشاره کردید چگونه و چه ویژگی هایی در همسر یک فرد چه خانم چه آقایش تفاوتی نمی کنه می تواند روی عزت نفس او تاثیر گذار باشه نکته اول در بحث انتخاب ما در مباحث گذشته در مربوط به ازدواج خدمت عزیزان بودیم و این بسیار تاکید کردیم که انتخاب می بایست آگاهانه باشه انتخاب مم. باید به موقع باشه و از روی بر اساس یک هدف مشخص به اون رو نپردازیم ساده و مختصر میگم خان بیانی انتخاب هایی که اصل همکف بودن و همتراز بودن زن و شوهر در اونها رایت نمی شود یعنی از همون ابتدا خانم یا آقا احساس میکنه که یک کمبود جدی نسبت به همسرش داره این هم عدم همکف بودن و عدم همتراز بودن ممکنه که در بحث اقتصادی باشه یکی به اصطلاح آمیانه خودمان پولدارتر است و یکی فقیرتر میشود بله. می شود در جایگاه اجتماعی باشه یکی خانواده خیلی مشهور و معروفی داره یکی یک آدم عادی است می شود در بحث تحصیلات مم. باشه یکی خانم بازم تاکید می کنم هیچ تفاوتی نداره خانم یا آقا ممکن تحصیلات و آکادمیک و آلیه داره ولی طرف مقابلش ممکن است تا صد تحصیلات ابتدایی داره یا گاهی وقتا تا, تا ممکن است سواد نداشته باشه مم. خب ببینید این مشکل و چالش ایجاد میکنه ببینید نمیگیم که به هیچ عنوان من یه داره نمیکنم که کما اینکه در زندگی های ما واقعا وجود داره که 100 درصد تضمین کننده است که اگر کسی با هم کف خودش ازدواج کرد به لحاظ همتراز او بود به لحاظ سطح مالی به لحاظ اجتماعی به لحاظ تحصیلی و حتی به لحاظ اعتقادی اگرچه به لحاظ اعتقادی میدانید که ما بحث مفاهیم دیگری وارد بحث های فقهی هست و اونها حسابش جداست ولی من ایره نمیگم که حتما اگر با هم کف ازدواج کنیم 100 در تضمین شده است ولی واقعیت یکی از چیزهایی که میتواند تاثیر گذار باشد ایست که اگر خانم یا آقا به هنگام انتخاب همسر احساس ضعف داشته باشد در هر هیتی بله. نسبت به همسر خودش ای باعث کاش عزت نفسی خواهد شد chero متاسفانه این قضیه میدانید که در فرهنگ ما خصوصا در به عبارتی بعد از دوران نامزدی و قبل من. از ازدواج به اصطلاح همون دوره نامزدی که ما میگیم که ممکن است که حالا با توجه به شرایط فعلی ما که مخارج بسیار سنگین شده یا شرایط متفاوت است مثلا داماد ممکن در دا یک کشور خارجی در حال کار کردن باشه نتونه به این سرعت بیایه ممکنه گاهی وقتا یک سال دو سال حتی تا سه سال چهار سال هم طول بکشه بیشترین مسائل اینجا او بحث تفاخرها فخر فروشی ها بزرگنمایی کردن ها اینجا پدید میاد و بعد جالب اینجاست که وقتی که طرف آقا برای خواستگاری خانم میره از روز اول میدانه که دختر خانم سطح تحصیلاتش چقدر است خانوادهش در چه وضعیتی هستن به اصطلاح ساده خودمان اصل و نسبش کیست و جایگاه و مقبولیت دارن یا ندارن خب اقدام کرده برای ازدواج با این آگاهی رفته ولی متاسفانه معمولا بعد از اینکه یک استحکام نسبی پیدا میکنه مثلا نکاح میکنه مهم. یا بین تمام فامیل میپیشه که فلانی نامزد فلانی است حالا دختر یا بچه تفاوتی نمیکنه بعد متاسفانه این مشکل و این چالش پررنگ میشه با کوچکترین مثلا مشکلی که ممکن است بسیار طبیعی هم باشه طرف مقابل به خودش اجازه رو میده که اینمی زفره به عنوان یک ضعف نیست تفاوت بگوییم این تفاوت به عنوان یک ضعف استفاده بکنه و به طرف بگه که مثلا خانم دختر خانم یک تقاضایی داره از همسر خودش از نامزد زده خودش ببینیم اینکه که مثلا فلان چیز رو حالا اگر در تقاضا پس بریم بخره بعد یه آقا با وجودی که توان هم هست میگه من این کارو بعد دختر خانم ممکنه ناراحت بشه بعد میگه فراموش کردی تو بابات کیست <متصفيق> تو یادت رفته که از کدو خانواده هستی یا مثلا فلان مثلا در فلان مهمانی یا فلان محفل دعوت هستن زن نامزد حالا یا زن و شوهر به اصطلاح خوب نکاح کردن دیگه با هم میرن و بعد از همون اول مثلا خانم دائما به همسر خود دیکته میکنه که ای همکارای ما هستن ای هم سنفی های <متصفيق> ما هستن در این محفل فلانی هستن رئیس اداره ما است. کیه کیه مراقب باش که لباست فلان طور باشه مراقب باش که فلان مدل گپ نزنی یعنی چی یعنی اینکه من الان احساس ترس میکنم که مبادا رفتار و کدا طرف مقابل کاملا بستگی داره خوشیت یک نفر باشه که این شخصیت نداشته باشه که دوم فخر فروشی کنه تفاخر بکنه خودش را نشان بده اتفاقا دائما مراعات میکنه در این صورت باز این تاثیرش کمتر خواهد بود تفاخر اگر اتان. بله من اول اشاره کردم که به هیچ عنوان صد درصدی بله. نیست که بگیم که اگر هم تراز بودن ولی یه واقعیت است که او بحث انتخاب اگر آگاهانه باشه یعنی وقتی خانم یک دختر خانومی که فوق لیسانس و ماستری داره با یک آقایی که دیپلم داره ازدواج میکنه ولی هیچگاه روی کرده او معصوب بالاتر این نیست اگر که خب با کمال آگاهی انتخاب را میکنه و در تمام طول زندگی با افتخار میگه که اگر من ماستر هستم ولی همسر این فلان شغل خوب یاد داره یا فلان مهارت داره قطعا چالش ایجاد نخواهد کرد درست ولی... یک میان برنامه رو منظر ببینیم بله. بعد از در خدمت شما خواهیم بود برندگان عزیز و محترم بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. بینندگان عزیز و محترم همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشان را رو از تلویزیون جهانی هادی میبینید در میان برنامه روایت بسیار زیبا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتیم خود بزرگ بینی آفت شرافت و بزرگی است خانم دکتر وقتی که دو طرف از لحاظ مسائل مختلف هم کف نباشن ناخداگاه این حس خود بزرگ بینی ممکنه ایجاد شده بله. نتیجهش چی میشه؟ همین دیگه بله. نتیجهش میشه سرکوب کردن بله. تحقیر کردن جدی نگرفتن ببینید مثلا همین مثال خیلی ساده که زدم که ممکن است خیلی هم شایع باشه امه. خانم یا آقایی که به خاطر داشتن یک مقام و منصب به خاطر سطح تحصیلاتش حالا به حتی به انتخاب خودش در ابتدا به انتخاب خودش افتاد خانمی رو گرفته که خانمش مثلا تحصیلات متوسطه داره نواه تنلی خلاص کرده دیپلم گرفته یا حتی ممکن است چه بسا که سواد او بسیار پایین‌تر هم باشه ولی روز اول بر اساس یک سری معیار دیگه قدم گذاشته و بسیار هم خوشایند بوده منتهی ها حالا وارد یک چالش جدی شده مه. که خب ای آقا به یک مقام منصب و جایگاهی رسیده و دعوت میشه به مهمانی یا به مجالس و به مافلی که از خواسته میشه که با خانواده بیایه یا او ترجیح میده که با خانوادهش اش بره خودش شخصا بعد این احساسی ای که خب ببینید نکته ای جاست که شما اشاره کردید که ممکن است که اختلاف ایجاد نکنه بله کی هیچ ایج مشکل ایجاد نخواهد کرد. ای که ما همدیگر انسان ببینیم آه. و هیچ ببینید معمولا حالا ای اتفاق زمانی میافته که این فخ فروشی ها و خود بزرگ بینی ها که ما طرف مقابلمون رو بر اساس یک چهارچوب از قبل تعیین شد یعنی برای انسانیت برای شخصیت برای داشتن مثلا ارج و یک حالت خیلی ایدئال اخلاق است نه اصلا کلا ما قاعده بگذاریم بگیم ام. که کسی که این قسمت و این قسمت و این قسمت شخصیتش بسیار ارزشمند و قابل احترام است و فلان حالا ای تو ای رو, ای رو, ای رو این را داری و فلان مورد نداری بعد به خاطر داشتن همو مثلا تحصیلات یعنی در چارچوب ذهنی خانم یا آقایی باشه که آدمی که با سواد باشه و مثلا به لحاظ ظاهری ظاهر قابل قبولی داشته باشه و خانواده خوبی هم داشته باشه و خوش بیان و خوش برخورد هم باشه این آدم آدم قابل احترام و محترم است و قابل پذیرش است در جمع خب حالا تو خوش برخورد هستی خانواده هم که خوب است همه میشناسن که تو مثلا بچه فلانی هستی یا دختر فلانی هستی ظاهرت هم که ظاهر خوبی ولی خب چه اگر از من بپرسند که همسر تحصیلاتش چیست چی و بعد بعد به خاطر اینکه همیشه یک شکافی هست و آقا یا خانم احساس میکنه که از چهار دارای اولویت ذهنی او همسر او یک فلان مورد رو کم داره میرسیم به مرحله دوم مرحله دوم است که ببینید از بعد همو اشکال و چالش همو به اصطلاح ضعف به خودش این اجازه را میده که بقیه ابعاد او رو نادیده بینگارد یعنی ممکن است که ای آقا در وجدان خودش بگه که من همسر بسیار خوش دارم همسر من خانه‌دار است همسر من بسیار متین و سنگین و باوقار است همسر من بسیار به اصطلاح به لحاظ خانوادگی خانواده محترمی داره رایت خانواده احترام خانواده مرا میکنه مراقب خانه و زندگی و بچه‌ها من هست و, و و و و ولی میگه که ببینید اینا رو پس این مثل ای که متاسفانه احساس میکنه که خونه باید باشه بله که اینا رو داره خب چیز خاصی نداره ولی اوی که نداره مهم است اونی که نداره یک ای چیز است که خانم وقتی به این جمع قرار میگیره خب این بنده خدا یک آدم است با مثلا فرض کنید که روابط خانوادگی بین اقوام و, و خشان هیچ مشکلی نداره ولی وقتی بین یک جمع که او جمع که خودش باز مثلا تحصیلاتش متفاوت است قرار میگیره همسر او خب مثلا آقای خانم رو ور میداره میبره به یک جایی که همه او افراد به اصطلاح تحصیلات عالیه دارن خود به خود نگاه ها به سمت این خانم و ممکنی بنده خدا دچار یک استرسی بشه یک استرس کتابی بود دست بده و بعد مثلا در وسط یک جمعی یک چیزی بگه که مناسب نباشه حالا او آقا در تمام طول این مدت ای استراب را که به همسر خودش منتقل میکنه بماند از این به بعد هر از چنگاهی همین مسئله ره حواست باشه یا حتی زبان میاره میگه به نظر من این ضعف توست تو بسیار خانم خوبی هستی ولی نمی مشکل داری مسئله دومی که به شدت روی عزت نفس تاثیر میگذاره و باعث کاهش عزت نفس میشه زمانی است که همسر فرد خانم یا آقا قبل از ازدواج یا در نهایت دوران نامزدی یا حتی پس از, از ازدواج تفکر کنه یا حتی به زبان میاره که تو فلان ایراد داری و باید آه. تغییر, تغییر کنی. کنی بسیار بسیار نکته منفی است ببینید حس ای که ما انسان ها موجودات مختار و آزادی آفریده شدیم و خداوای تبارک و تعالی حتی در پذیرش دین فرمود لا اکراه فی الدین شما موجودات اندیشمند و عاقلی هستید خودتان انتخاب میکنید که به سمت کدوم آین بروید ولی وقتی اون رو پذیرفتید دیگه حق مم. تغییر دادن اون رو دارید یک بحث جداست خب ولی زمان اتفاق دوم در بعد از ازدواج یا حتی در طول دوره نامزدی که به شدت ممکن آدم ها دو بشن بسیاری از افسردگی ها و حتی منجر به طلاق شدن ها زمانی اتفاق میفته که فرد میگه که میرن به خواستگاری مادر یا آقا پسر و خواهر یا آقا پسر میان میگن تعریف میکنن حالا در ازدواج های سنتی که بیشتر در بله. مملکت مرایج است که هنوز بچه تو توفیق پیدا نکرده که مستقیم خودش دختره خود ببینه خانم خانواده رفتن خواهر و مادر دیدن و توصیف میکنن که این رقم است این رقم است این رقم است فلان مسئله رو داره بعد این سری و سه تا چهار تا فعلا سه تا چهار تا جنبه مثبتش هم میبینه میگه خوبه خوب میشه ان فلان م. مسئله را که داره نه بعد از اینکه ازدواج کنه خوب خواهد شد یعنی همین لحظه این آقا به خود این اجازه را داده که تصور بکنه که میتواند یا باید طرف مقابل فلان ویژگی و فلان خصلت خودش را تغییر بده با همین نگرش وارد زندگی مشترک میشن و همون چارچوب بسته ای از قبل تعیین شده کاملا باز متک شکاف بزرگ داره همون ایرادی که در ذهن آقا بوده حالا یا مهم. خیلی وقت ها متاسفانه بدترین حالات چیز خان بیان که طرف مقابل رسما به او میگه تو فلان ضعف داری و باید تغییر بکنه یعنی تلویحا با اون میفهمونه که تو با اندازه کافی قابل قبول من نیستی مورد داری مشکل داری یک مبحثی است تو قسمتی است تو قسمتی از, از شخصیت تو قسمتی از وجود تو ایراد داره پس تو چارچوب ارزشی تو برای من تکمیل نیست کما اینکه ممکنه بگه تو فلان ویژگی و فلان ویجگی. یک وقتی هست ما اثر سر دلسوزی از سر خیرخواهی انتقاد میکنیم انتقاد کردم شخصیت آدمانی نیست انتقاد کردن به یک سری از رفتارهای آدم هاست میگیم عزیزم تو فلان قسمت مثلا در جمع که فلان قسم مثلا گپ میزنیم به نظر من... بهتر است قسم نکنی بگی اصلاح کنی آره. ولی یک وقتی هست به طرف مقابل میگیم تو اصلا وسط جمع گپ زدن بلد نیستی و باید این این نکات که شما میگید ما به یک چیزی که به ذهن میرسه در برخی از نقاط افغانستان به ویژه نقاطی که بیشتر سنتی هستند عموما رابطه بین زن و مرد امیر رقم شکل میگیره یعنی مرد همیشه فکر میکنه ما در یک زاویه بسیار ما چون مرد هستم بالاتر از او هستم تفاوت سطحی رو ما داریم خواهی نخواهی چی پدری سرمایدار باشه نباشه از کدام خانه باشه ما چون مرد هستم بالاتر هستم پس دیگه اون نگاه تحقیرآمیز اون نگاهی که او را زیر سلطه خودش قرار بده اون نگاهی که ما تو رو میتونم تغییر بدم و تو باید طبق مقتضای دل از من تغییر بکنی همیشه هست هم. یعنی فکر میکنم در برخ از نواحی ازدواج باید که منجر به کمال شود ولی منجر به تخریب عزت نفس خانم میشن متاسفانه بله بله یک زف فرهنگی بزرگه بله, بله. یک واقعا چالش فرهنگی بسیار بسیار خطرناک است به خاطرشی ما در بحثایی که در مورد ازدواج داشتیم میره گفتیم که ببینید ما در ازدواج خون یعنی وقتی که میگیم زندگی مشترک یعنی کاملا شریک شدن خب بحث برتری جنسیتی مرد بر زن در یک سری از مباحث کاملا فاحش است وقتی تقریبا ما بینید تفاوت های فیزیولوژیکی داریم مم. قدرت جسمانی قدرت ریسک کردن در بعضی از موارد به اصطلاح استدلال های منطقی تر توان کنترل بیشتر بر احساسات و هیجانات در وجود مردها هست و این فطری ذاتی و خدادادیشان است به معنای نیست که ما زنی نداریم که در یرسا توانمند است برعکسش هم درسته ای چه که ما مثلا میگیم که زنها بروز احساسات در اونها بیشتره به <applause> معنای منفی نیستا همیشه میگم مثلا این که بگیم زنها احساساتی دارن کاملا اشتباهه زنها احساساتی تر نیستن یعنی اون مردها هم احساسات دارن فقط بروز هیجانات و شدت اونها در خانم ها بیشتره ولی در مردها معمولا کم تره قدرت جسمانی مرد ها معمولا بیشتره قدرت جسمانی خانم ها طبیعتا پایین تر خب این تفاوت ها وجود داره ولی این تفاوت ها دلیلی بر ترجیح مم. و ارجحیت داشتن نیست ببینید این زمانی مستاق پیدا میکرد در جوامع ما که مبحث مبحث کشاورزی بود بله. اگر زمانی اون مرد به دلیلی که از صبح تا شب یا حتی همین الان ممکنه که در بعضی از ولایت‌های ممکنه رو کرد متاسفانه همچنان همی رو کرد باشه اصلا تمایل به داشتن فرزند پسر بیشتره به خاطری که احساس میکنن که بچه میره روی زمین کار میکنه زراعت میکنه بچه مالداری میکنه و درآمد مالی داره و بنگردونه و حالا که در جوامع مدرن اتفاق نمیفته زن و مرد چون هر دو دو هم کار میکنن همان گونه که امکان داره یک فرزند پسر موجبات کسب درآمد را برای خانوادگیش بیاره فرزند دختر بیشتر هم امکانات رو داره مگر که بسیار محدود بکنیم ما بگیم که فقط منتسب به جوامع مثلا در جایی که زراعت و مالداری در اونها در جریان است بگیم ولی واقعیتش هست که نکته باز حتی در همون جوامعی که زراعت و بر مبنای زراعت و مالداری هم نگرش انسانی اتفاق میفته نکته ما این نیست که همین مردی که توان فیزیکی بسیار قدرتمندی بیشتری داره نسبت به زن و همین مردی که تمام مدت در روی زمین مثلا کشاورزی میکنه و صنعت میکنه و مثلا فرض کنید در نهایت محصول میاره آیا فقط بیرون از منزل تمام توان و تلاشش میکنه انجام میده قدرت باوس در داخل در داخل منزل هم آیا همین آقا توانه حتی بسیاری مورد نکته سومی که میخوام به این وصل کنم هست که ببینید ما خانداری کردن زن رو نه به عنوان یک شاخصه یک توانمندی و یک استعداد بلکه متاسفانه به عنوان یک وظیفه جبری برای او در نظر ماله. گرفتیم و حال جالب اینجاست که خب باشه من قبول کردم که نکته وظیفه جبری زن است که خانه‌داری بکنه همونطور که خب وظیفه جبری مرد است که تامین بکنه نفقه اگر برای وظیفه جبری مرد که نفقه و تأمین معاش زندگی ارزش قائل میشیم چرا در مقابل برای وظیفه جبری زن ارزش قائل نمیشیم منصفانه است کاملا <برا> اصلا من فکر می کنم بی منطقه بله. اصلا منطق هم نداره عقلانی نیست اگر ما میگیم که پرداخت نفقه به لحاظ عرفی و شرعی و قانونی حق مرد است وظیفه اوصبا باید ان، تکلیف اوصبا باید انجام بده از اون طرف هم تعیین می تکلیف می کنیم برای زن که در در همان که پیغمبر خدا همین کارو کرد بله. آنچه چه بیرون از خانه اسمر بود و علی آنچه چه داخل خانه اسمر بود در نظر پس اگر ما ایر بر اساس عرف و شرع خودمان تقسیم میکنیم همون جایی که او ارزشمنده همون این کار ارزشمنده ولی اتفاق بعدی که میفته 43 سوم میگه مادر باشه ویژگی های از ذات نفس داریم اینکه ما قضیه رو تک بعدی نگاه میکنیم بله. آن چیزی که ارزشمند اگر... است فقط کار مرد است درست است اجازه بدین به صورت مفصل تر در همین زمینه بعد از میان برنامه صحبت حسد. کنیم حسد. تشکر بینندگان عزیز و محترم شماره تماس مثبت 964 780 255 413 در اختیار شماست همین الان هم میتونید که با ما در تماس شوید یک میان برنامه رو ببینیم و بسیار زود هم برگردیم خب بینندگان عزیز و محترم همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه خودتان برنامه زنده راشناس تلویزیون جهانی هادی و همچنان گفتگو میکنیم با کاشناس محترم خانم دکتر رضایی اما خانم دکتر مبحثی که در میان برنامه روایت بسیار زیبایی از امام صادق علیه السلام بود با این محتوا که رفق و ملایمت خیر و برکت میاره دقیقا همین نکته که شما اشاره کردین در برابر این رفق و ملایمت از تکبودی بودن نگاه تکبودی داشته بله، باشیم ملایمت بله. نداشته باشی بله. رفق نزدیکی و رفاقت با مه. همسر خودت نداشته باشی نتیجهش میشه آثار و عوارضی که ممکنه انقدر ذهن رو درگیر بکنه منجر به ناراحتی بله. های روحی شود بله. در خدمت شما هست. سلامت باشید من حالا در ادامه همون بحثی که نگاه تکبودی داشتن که نمی شود متاسفانه منکر این قضیه شد که در سطح جامعه ما بسیار پر رنگ خان بیانی این که به خانم گفته میشه که مثلا این زن واردی خانه میشه دختر جوان وارد خانه میشه به او گفته میشه باید که تو وظیفه تست که در خدمت خانواده شوهرت باشی همین از تو هم. جزنس آره هم. تمام کارهای منزل به عهده شماست و در کنار او خب حالای خانم بعد از یه مدتی صاحب فرزند میشه همچنان وظیفه تو است که بهترین نوع سبک خانداری را در مثلا تنظیم امورات منزل داشته باشی مهمان نوازی آره. مهمان نوازی در بهترین حالت باشه هیچ تغییر هیچ به اصطلاح کمبود و کاستی درش بدید نه و در این حال بچه, دا بچه داری خب همه زن هم میکاره می همه زن بچه داری میکنن ببینید نکته مهمی است که ما مثلا فرض بر مثال که عادت ما شده است که ما در قرن بیستویکم کم زندگی میکنیم ولی اصول و بایدهای اجتماعی ببینید در آن باید از تکنولوژی از آخرین تکنولوژی های روز جامعه جهانی استفاده مم. می کنیم آخرین مدل گوشی ها داریم و بهترین مدل تلویزیون ها در خانه ماست ما و تلاش میکنیم که یخچال فلان باشه و فلان وسیله برقی در بهترین حالت باشه یعنی پا به پای مدرنیتی در عصر تکنولوژی داریم و حرکت می کنیم ولی در این که حداقل تصورات و اصول و چارچوب های رفتاری خودمون را از 50 60 سال اخیر کمکی جلوتر میکشیم میبینیم 30 سال 20 سال اخیر حداقل مثل سی سال پیش فکر کنیم مثل 20 سال پیش فکر کنیم هنوزم که هنوزه در فرهنگ جامعه ما ای که خب وظیفش است مثلا گفته می شود که خب شما قبول داره که بنده خدا در آن در آن وایت خاله مصاحب بچه شده اولاد دار شده یکی نه دو تا خب نمی رسن ممکنه گاهی وقتا مثلا کمکاستی در ب... در تربیت فرزندش پیش بیایه یا کمکاستی در خانه‌داریش پیش بیایه یا گاهی وقتا واقعا فرصت نکنه بنده کافی به همسرش نرسه میگن ما مگه نمی کردیم ما هفت تا بچه داشتیم ما فلان کار عزیز من شما هفت تا هشت بچه که داشتید در پناه خدا خدا و حفظ کنه و مادر خوبی بودید شما در زمانه امروز ای کار نمی کردید در پنجاه سال پیش چل سال پیش سی سال پیش کامل... با همون شرایط کاملا متفاوت بود فرزند شما از لحظه ای که مثلا دو ساله میشد بیرون میشد با خوهر بیادرش در داخل کوچه و سرک و بازی مم. و فلان فلان وظیفه مادری شما محدود میشد به زمانی که گرست شود و دوباره برگرده و نان بخوره مم. ولی حالا که در محدودهای خانه های بسیار کوچک طفل ما و مادر او دائما با هم درگیر هستن ما بچه حیات های آنچنانی نداریم یا اگر داریم امنیت آنچنانی نداریم باید. که بچه را کنیم که برو در سرک کوچه با مثلا فلان رفقایی بازی کن مجبور میکنیم و بچه را در یک فضای محدود بچه در یک فضای محدود و بچه تر است و بچه از لحاظ فیزیکی به اندازه کافی رشد نمی به لحاظ عیجانی و دائما وابستگیش به مادرش بیشتر میشه او خانومی که سی سال پیش با راحتی سی نفر مهمان را ارز میکرد با پنج تا بچه او خانم الان واقعا بیشتر وقتش مجبوره به دو تا بچهش بپردازه باید. چون بچه دائما درگیر است پس این رو بپذیریم که یک بعدی نگاه کردن به قضیه تو وظیفه هست همه ای کارا رو بکنی و هر, هر زمانی که به عنوان یک انسان در هر کدام از اینا کوچکترین خلل ایجاد شد به شخصیت تو برمیگرده خب به توان نه واقعا ممکن نرسه ممکن یه خانومی توانایی رو داشته باشه که به لحاظ جسمانی بهترین قابلیت‌ها رو در خانه داری در تنظیم اوران منزل داشته باشه این توان رو داشته باشه ولی یک بنده خدا از هم اول ببینید مگه موقعی که طرف مقابل ممکن به لحاظ جسمانی آمادگی رو نداشته مم. باشه الان بسیار اتفاق می‌افته که در بحث‌های مثلا بارداری و در بحث تولد اولاد واقعا بعضی از خانم‌ها قابلیتی رو ندارن که حتی مثلا دو تا بعد از آوردن و دو تا طفل می‌بینی که خانم به شدت دچار مشکلات جسمانی میشه و بعد جالب اینجاست که همین مسئله دچار انتقاد میشه ای چه قسم است ما نه تا بچه می آوردیم هیچ کار نمی شدیم عزیز من اون زمانی که شما نه تا بچه می آوردیم سبک تغذیه ایتان مدل زندگی ایتان فشارهای اجتماعی حاکم بر زندگی شما بسیار کمتر بود شما در یک آرامش نسبی زندگی می کردید ولی الان فشارها وضعیت شما 40 سال پیش که زندگی مم. می این همه جنگ این همه ناامنی این همه استرس این همه مشکلات جدی نه نه. مهاجرت های پی در پی دوری خانواده ها و مسائل از ای همه مشکلات که نبود شما یک آرامش نسبی داشتی که رو او آرامش نسبی شما رو توان جسم شما تاثیر میگذاشت فلیزا قدرت داشتی آقای رزو آن... تفاوت شخصیت ها رو در نظر بگیرم بله بله فرق بله کاملا چون خانم هست پس حتما و قطعا باید یک سری کارها رو بتانه یا چون آقا هست قطعا یک سری کارها باید دوستوز. بتانه خود بلی بلی نمیتونه خب من این رو میخوام جمعندی کنم میخوام ببینید اگر ما در بعد از ازدواج فخر فروختیم مم. و اگر که تفاوتی داریم که بفرمایید شما ممکنه خیلی وقتا این همکف بودن 100 درصد اجرا نشه ولی اگر تفاوتی داریم تفاوت را با به خاطر و با تمام وجود نپذیرفتیم و به او احترام نگذاشتیم اگر ما به طرف مقابلمان به اصطلاح گفتیم که این یک یک بوده قضیه را نگاه کردیم هر آن کاری که تو انجام میدی وظیفه است کارایی که من انجام میدم اضافه بر سازمان هست و دارم لطف میکنم و دارم زحمت بسیار میکشم ولی همه او کارهایی که تو داری انجام میدی خب اونا وظیفه از کار خیلی شاقی انجام نمیدی و با این نگاه و نکته سومی که من قبل از ازدواج با این نگاه که خب فلان خصلت فلان اراده داره فلان اشکال داره ولی تغییر خواهد کرد و من او رو تغییر خواهد, تغیر خواهد دادم اصلا مادر او بچه وقتی که خواستگاری میره میگه که یک کمکی رفتارش بچگاه نه است تا من خودم ام. دقیقا یعنی خانم به خود با این تصور که طفل مثلا دختر خانم رو رفتن خواستگاری 15 شمزه سال است یک سری رفتارها رو داره بعد میگه که نه این خانه ما بیایه خود مثلا اصلا بعد اون دختر کم سن و سال اما اصلا برای همین هدف دقیقا. از ازدواج هم که رو تغییر بده تغییر بده مم. پس اینا اگر اتفاق بیفته چه اشکالی پیش میاد چطور منجر به کاهش شدید عزت نفس میشه ببینید این آدم رو ما اولین مسئله اینه که به صورت کامل خودی آدم رو با همین ویژگی هاش نپذیرفتیم ما به دنبال کسی دیگری هستیم وقتی این علنا ابراز میکنیم به شخصیت طرف مقابل توهین میکنیم و رسما به اون میگیم ما تو همین چیزی که هستی را قبول نداریم مم. اگر یه آدم در به ترین حالت بپذیره که خب اینایی که میگن از سر محبت و از سر خیرخواهی میگن از سر لسوزی میگن تلاش کنه به سمتی ای که اینها رو تغییر بده اگر موفق بشود که اینها رو تغییر بده در صورتی که باز خواسته اینا هی روز به روز در این صورت خب میشه امیدوار بود به ای که به یک سلاحی خواهد رسیدیم ولی اگر که ای آدم همون اول نپذیره بگه که من که هستم م. شما که یا من دیده بودیم. یا اصلا بر شما یا تلاش بکنه زحمت بکشه ولی به اون نرسه چه مم. اتفاقی میفته احساس عدم توانمندی احساس عدم ارزشمندی آدمی که احساس آدمی که عزت نفس او پایین بود خانم بیانی چندین تا فاجعه به در پی عزت نفس بدید خواهد آمد مسئله اول وقتی یک خانم یا آقا فرق میکنه در رابطه مشترک احساس عزت نفس پایینی داشته باشه این عزت نفس پایین در وجود او چون ببینید به محضی که هر کسی هر حرفی میزنه میگه مقصود او ب... ما بودم او به ما گفت او مرا جدی نگرفت تلمباری از احساس خشم در وجود او خب این احساس خشم رو من نمیتونم در مقابل خانواده مثلا دختر خانم جوان است اون توانمندی رو نداره در مقابل خانواده شوهر در مقابل خوشو و ننو نمیتونه ابراز کنه در مقابل شوهر نمیتونه ابراز کنه ولی به معنی که بچه دار میشه تمامی خشم به کی انتقال میده به بچه خودش انتقال میده باید. یک مدل دیگه ای او وقتی عزت نفس به شدت سرکوب میشه شخصیت طرف مقابل به شدت پایین میای تو ارزش من نیستی تو فلان کار نیستی ما به تو لطف کردیم که اومدیم تو رو گرفتیم تو کی بودی حالا به این جایگاه رسیدی بعد اگر که جدای از پس در مرحله اول خشم رو سرف رو به خیلی انباشت میشه در وجود رو. در مرحله دوم بیزاری و نفرت و ای بیزاری و نفرت بسیاری از من منجر به خیانت خواهد شد ببینید مرا نمیبینی مرا به من اهمیت نمیدی به اندازه کافه به من توجه نمی کنی پس دنبال یک مسیر دیگه ای ببینید مسئله اینجاست که در موارد کی اتفاق میفته وقتی طرف احساس کنه من که هستم خیلی خوبم اصلا نمیخوام تغییر کنم خب مم. حالا هر چقدر که تلاش میکنه طرف مقابل اون نمی‌بینه، اون رو جدی نمیگیره دنبال مسیر جایگزین میگرده دنبال فرد جایگزین میگرده چرا چون من به عنوان یک انسان نیاز به توجه دارم بهم. نیاز به احترام دارم نیاز به ای داره که او رو بپذیرن و قبول بکنن وقتی از طرف مقابلش گیرید احساس را به جای او و نف... نفرت یک احساس تنفر نسبت به خب پس حالا که مرا نمیخوای من تو رو نمیخوای ولی من نیاز دارم برای برطرف کردن نیاز دنبالش میگرده دنبال یک جایگزین میگرده و مرحله سومش که بسیار بسیار تر هستی که ای دیده نشدن ای پذیرفته نشدن و ای قابل قبول بودن باعث تلمبار و یا انباشت غم میشه و قم مبدل به افسردگی و ای چه بسا که ما بسیار داشتیم در گذشته و در حال حاضر که افسردگی منجر به خودکشی میشه یعنی ای آدم احساس میکنه که من هی، هیچ کسی به من اهمیت نمیده من به هیچ در... ببینید تو هیچ دردی همه ویژگی های مثبت او رو, رو ندیدیم فن... حالا یک یا دو نقاط ضعف او را دیدیم و کردیم بر اون نقاط ضعف و عزت نفس رو به حدی رساندیم که احساس بیهودگی و بیارزشی ارزشی خب چرا زنده ناتوانی برای تغییر وقتی که را داشته باشه دقیقاً به با همین نتیجه میرسه چون مرسه پس مرسه؟ یا من متاسفانه مونجر به خشم میشه مم. یا مونجر به ن... نیست میشه یا منجر که در هر سه بودش یعنی فردی که عزت نفس او متاسفانه کار ضعیف شده عزت نفس او خصوصا از طرف کسی که بیشترین رابطه, رابطه با او داره مستحکم ترین رابطه ها رابطه زن و شوهر یعنی چیزی که در هیچ جای دیگری نمیشه با. با. وقتی این رابطه بسیار بسیار ارزشمند و مؤثر تبدیل به یک حالت محقرانه داشته باشه تبدیل به سرزنش بشه تبدیل به ندیدن توجه نشدن و بی ارزش قلمداد شدن باشه یادم واقعا دچار ضربه میشه مرد و زن هیچ تفاوتی نداره خان یعنی با خب که فقط در مورد ها اتفاق میفته. امومن چون رابطه ای رابطه بالا پایینی از سمت مرد ام. و سمت خانم است فکر میکنم کنم بیشتری نسبت به زنها ها داره این بله. مواردی که شما ذکر کرده به ویژه خودکشی که آمارش در بخش از شهرها نسبتا زیاد هم بله هست. بله خانم بله. 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 uh, دکتر عزیز یک مبحث آخری را هم بسیار مختصر توضیح بدید و او مسئله مقایسه کردن اه. و تاثیر او بر کاش عزت نفس سو باز برنامه خلاص کنید خب از اونجایی که ما اگر اشتباه نکنم ما هفته قبل به این موضوع پرداختیم که بحث مقایسه کردن بسیار بله. بسیار مقایسه کردن همو بعد یه ببینید اینی که هستی دوست ندارم برای مرزش من نیست نمی پسندم، تو خودت باید تبدیل خواهر مثل خواهرم باش مثل بیادرم باش ام. شبیه بچه کاکایم باش شبیه بچه خاله ام باش تو چرا مثل فلان مرد نیستی تو چرا مثل فلان زن نیستی یعنی چیزی را کسی من قبول ندارم ام. و من, می... من به تو میگم که باید خودت تغییر بدی وقتی اسم کسی دیگه رو میاریم یعنی اون مطلوبم است بله. تو چرا شبیه اون نیستی خودت تغییر بده و این بسیار تاثیر مخربی داره روی عزت بل نفس بله دقیقا چیزیست که در وقتی که بین اطفالم هم همین کار انجام میدیم بسیار آسیب رسانه است فرق یک نفر بزرگ سال هم بسیار تشکر, هست. هست. تشکر از شما بسیار استفاده کردیم از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم برنامه خودتان را دیدید عزیزان برنامه گذشته هم بر روی سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان بر اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی موجود است میتونید که برید استفاده ان بکنید اگر کدام سوال از کارشناس محترم خانم دکتر رضایی دارید حتما برای ما روان بکنید از طریق شماره تماس مثبت 9684780 255413 با روی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم